بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من بالا. امید است که همیشه زندگی شاد باشید و پیروز و شادکام و همیشه در پناه الله متعال. عزیزان، در فضای آموزش های دینی میبینیم که در فضاهای مختلف یا در ابعاد مختلف دین ما به شکل خیلی صورت خیلی خوبی رشد کردیم. در فضای تفسیر قرآن کریم در متخصصا داریم، در فضای حدیث، در فضای فقه، در فضاهای مختلف اون آموزه های دینی. اما اون چیزی که من دنبالش هستم و شما ملاحظه میکنید در برنامه های ما اینه که این آموزه ها در هر یک بعدی اگر شما سالم باشید خب نتیجه نمیده. یعنی اگر شما به یک ابزارهای یا قطعیار یک ماشین رو داشته باشید همش نو، شما ماشین ندارید. وقتی اینها رو به هم ترکیب میکنید اون وقته که شما یه ماشین دارید. فهم درست دین و فهم درست حرکت دین در وفق سنت هایی که الله متعال در کون و مکان گذاشته، این چیزی هست که من روش تاکید دارم. برنامه رو وقتی نگاه میکنید، چه در برنامه های خانوادگی و اجتماعی باشه، چه برنامه هایی که بعد سیاسی داره، چه دیات فکری داره، یا برنامه های سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، ما میخوایم همین رو برسونیم که چطور این داده های دین، این آموزه های دین رو ما در حرکت زندگی داشته باشیم، چطور در این سنت هایی که الله متعال در کون و مکان قرار داده اینها رو بتونیم ما به شکل به صورت خیلی خوبی بفهمیم. ما دو تا فقه داریم که متاسفانه یکی از این جوانب فقهی که فقه اصغر باشه ما اهتمام زیاد دادیم، به فقه اکبر ما بی توجه بودیم یا کمتر بهش اهتمام دادیم. به فقه به اصطلاح اصغر، یعنی فقه فردی، فقه اینی که من انسان فرد در حرکت یا در فضای دین چگونه حرکت بکنم. شما الان من فرد رو میبینید در فضای دین، من فرد چطور عبادت هام رو انجام بدم، چطور اخلاقم رو درست بکنم، چطور از خودم و در پی رسیدن به سعادت باشم. به عنوان من فرد ارکان اسلام رو در شخص من فرد دنبالش میگردم. اما ما یه چیزی بالاتر از این داریم، فراتر از این که توی انسانی که ساخته میشی برای چی؟ یعنی توی انسان صالح و نیک اون حرکت زندگی رو نمیچرخونه، توی انسان مصلح حرکت زندگی رو میچرخونه. تا وقتی که پیامبر در بین قریش بود به عنوان یک انسان صالح، لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، به عنوان یک انسان صالح 40 سال پیامبر در بین قریشیان زندگی میکرد، همه دوستش داشتن، برای همه قابل تقدیر و عرج بود و همه براش اهمیت قائل بودن و همه براش مهم بود. محمد این انسان خوب، امانتدار، راستگو، از همه زشتی های جامعه به دور. اما وقتی که همین پیامبر اومد و شد انسان مصلح، همینایی که دوستش داشتند و قدر شناسش بودند باش در افتادن. مصلح که شدی یعنی چی؟ یعنی تعارض مصلحت ها، یعنی مصلحت های توی محمد مصطفی برای ساختن جامعه و افرادی که این ارزش های تو رو قبول می کنن و مصلحت های اون دیکتاتورها و قلدرهایی که جامعه رو به دست گرفتن با هم در تضاد هست. اینجاست که دیگه شما نمیتونی کاری بکنی. پس اینجاست که دیگه اونا با شما در خواهند افتاد. پس فقه اکبر همون فقه فردی است، اما مهمتر از اون فقه امت هست، فقه ساختار، فقه تمکین دولت اسلام، فقه اجرای قوانین الله در سطوح مختلف در همه ابعاد مختلف در جامعه، فقه اینی که جامعه بشریت رو چطور من به سوی فقه اصغر، به سوی ساختار فردی افراد بکشونم و چطور جامعه بشری رو رشد بدم، جامعه رو رشد بدم تا بیاد به مرحله ای برسه که وفق تعالیم قرآن و تعالیم الله در ابعاد مختلف زندگیش، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، جامعه حرکت بکنه.
پس این فقه تمکین گم شد. فقه تمکین چرا گم شد؟ الان اگر شما در فرد مسلمون وقتی نگاه میکنی و میپرسی، همه یه حرکت یا فهم دینش روی همین دایره هست. دایره آقا حفظ قرآن کریم، نماز، عبادت ها و فلان. خب اگر قرار باشه تو یه انسان در فقط لاک پشتی زندگی نکنی، تو لاک خودت، حرکت طبیعت چطور میگذره؟ چطور جامعه بشری به سوی هدایت میاد؟ هر که به دین خودش و هر که در کاری که میکنه تو لاک خودش فلان. آیا این حرکت اصلا امکان پذیر هست که هر کی تو لاک خودش باشه؟ توی انسان مؤمن میتونی بری توی لاک خودت، خودت رو گم بکنی، از جامعه فرار بکنی، اما آیا جامعه بعدی، آیا جامعه ستیز تو رو تنها خواهد گذاشت؟ به حال خودت رها خواهد کرد؟ یعنی الان شما در خیلی از جوامع هست که مسلمانی کاری به کار دیگران نداره، مسلمان لاک پشتی شده، تو لاک خودش کردید، اما آیا اونهای دیگه رهاش کردن؟ چه چیزی باعث شد که شما ببینید کشورهای مسلمون با جمعیت‌های بسیار بزرگ در بسیار زیر سلطه کمونیست‌ها برند؟ چه چیزی باعث شد که بسیار ترکستان به این بزرگی و مسلمان‌های چین زیر سلطه چین اینجوری له بشن؟ حالا اونا که چی کاری نکردن، تنها کاری که می‌خوان بکنن میگن آقا ما می‌خوایم که پاکیزه باشیم، ما می‌خوایم که اهل نماز و اهل روزه باشیم. کاری به کار شما هم ندارین، اما آیا اونا کار با کار اینها ندارن؟ این است که خداوند متعال وقتی این امت رو به عنوان خیر امت اخرجت لیناس معرفی کرد، بعد از پیامبر ما دیگه پیامبر نخواهد اومد. چون که پیامبر دیگه نمیاد، باید این حرکت ادامه پیدا کنه. اون وقتی که خداوند متعال تمام سنت های حرکت و تمام نیازهایی که ما داریم، تمام برنامه زندگی ما رو در قرآن و قصه های پیامبران و سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما دادن تا در فضای این رسید و این داده های قرآنی ما بتونیم حرکت درست داشته باشیم، بتونیم راه رو از چاه تشخیص بدیم، بتونیم حرکت درستی داشته باشیم برای اصلاح جامعه بشری و برای حفظ این دین. مگر نه اینکه این دین دین خاتم هست، یعنی پیامبر دیگه ای نخواهد اومد، یعنی یک تغییر و تحولات یا معجزات که خارج از منظومه سنت های الهی باشه اتفاق نخواهد افتاد. هر آنچه صورت میگیره وفق سنت های الهی است و سنت های الهی هم پارتی بازی نداره، همونطوری که بر مسلمون ها اجرا میشه بر کافرها هم اجرا میشه. بله در فضای مسلمون ها یک به اصطلاح نقطه های پیروزمندی هست که خداوند متعال به ما میگه ان تنصر الله ينصركم، اگر شما خدا رو، دین الله رو، مرام الهی رو نصرت بدید، خداوند متعال شما رو پیروز میکنه. پس اینم جزی از یک بعدی از سنت هاست، یعنی اینم خارج از به اصطلاح خارج از منظومه سنت های کونی نیست، همونطور که سنت های کونی خداوند متعال در فضای گردش ماه و خورشید قرار داده، سنت هایی هم در گردش حرکت جوامع قرار داده، در حرکت حتی در حرکت افراد، در حرکت افراد فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، یک سنت الهی است. دقیقا ضریب اشتباهش یا ضریب خارج از منظومه شدنش همونطوره که مثلا گردش ماه و خورشید و افلاک صفره، اینجا هم صفره، امکان نداره که غیر از این اتفاق بیفته. فمن اعطا و اتقا، اون که در راه الله انفاق میکنه، تقوا پیشه میکنه و صدق بالحسنا و هدفش رسیدن به آخرت هست، فسن و یسیر و حولی لیسرا، خداوند متعال همه گره های زندگیش رو به سادگی باز میکنه و امورش و زندگیش به غلطک میفته. برعکسش هم هست، و اما من اعرض و اما من بخل و استغنى و کذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، اون کسی که بخل میکنه، ایمان به آخرت نداره، هدفش رسیدن به رضایت الله متعال نیست، اونم از هر چاله‌ای به چاله دیگر، از هر دردی به درد دیگر، از هر گریهی به گروه کورتر میفته. طبیعت یک سنت الهی است، کسی از این سنت خارج نمیشه.
فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا، کسی که هدایت الهی رو پیش میکنه هرگز گمراه نمیشه، هرگز بدبخت و نمیشه. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ما این قرآن رو برات نفرستادیم تا تو شقاوتمند و بدبخت بشی. این از سنت های فردی و اجتماعی است. انصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، اگر شما و مسیر الله حرکت کنید و دین الله رو نصرت بدید، خداوند متعال شما رو پیروز میکنه و ثابت قدمتون میکنه. این هم جزی از سنت هایی هست که خداوند متعال در زندگی انسان گذاشته. بزرگترین مشکلی که ما امروزه داریم در عقل اسلامی خودمون، در فهم مسلمون ها، این هست که حرکت سنت های قرآنی و سنت های کونی و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و سیرت مصطفی رو در جامعه درک نکردن. پیامبر نیومد که بگه آقا بیایید فقط نماز بخونید و روزه بگیرید. شما دیدید پیامبر چطور حرکت میکنه؟ پیامبری از غار حرا تک تنها میاد، وارد یک جامعه پر از ویرانی و پر از خرافات و قبرپرستی و نمیدونم سنگ پرستی میشه، بت پرستان. در کنار اینها تمام رذالت های اجتماعی تو جامعه هست، از فحشا و قمار و ربا و همه ابعاد مختلف جامعه، همش در یک ویرانی بسیار وحشتناکی به سر میبره. این جامعه رو پیامبر باش در میفته. چیکار میکنه پیامبر؟ اون چیزی که پیامبر دنبالش هست این هست که چطور قدرت و تمکین این جامعه در دستش باشه تا تغییر این منظومه فاسد با یک دستور صورت بگیره، نه با یک خواهش. میشد پیامبر و افرادی رو دعوت کردن، اسلام آوردن، تعدادشون زیاد شد، میتونستن در مکه یک کودتا بکنن. این کودتا یا حداقل بعضی از منکراتی که در جامعه جاهلی هست رو بردارن، بت‌ها رو بشکنن. اگر بت‌ها رو شکستن چه اتفاقی میفته؟ 360 بت هست. شب پیامبر و یاران پتک به دست گرفته، هر 360 رو میشکنن. صبح روز بعد قریش میاد، بت‌ها شکسته شده. چیکار میکنن؟ خداوند خدایان ما شکسته شدن، بیایید خدایان رو از طلا بسازیم. 360 بت از طلا میسازن. تغییر در جامعه صورت نگرفت. مؤمنان چی میشن؟ یا مؤمنان رو میکشند یا به هر حال بلایی سرشون در میارن، همون کاری که با حضرت ابراهیم کردن. اینجا چی میشه؟ اون دعوت خاتم تموم میشه دیگه، دعوت تموم شد. اما در حالی که نه، این دینه مثلا حضرت ابراهیم و موسی و عیسی اونو نیست. اون پیامبران فعالیت میکردن، حرکت داشتن، چشم داشته آیندهشون پیامبر بعدی بود برای استمرار حرکت. اما پیامبر خاتم که اومد دیگه نه، پیامبری بعد نیست و این دعوت باید همچنان بمونه. نه این که بمونه، بلکه باید به صدای حکم و قانونگذاری و به اصطلاح مدیریت جامعه باشیم. پس اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو میبینیم که با این وضعیت صبر میکنن. 21 سال جهاد و تلاش پیامبر هست برای تمکین دولت اسلام، برای به این مرحله رسیدن که این بت‌ها رو نه با پتک بلکه با یک دستور جمع کردن. این فحشا و رذالتی که تو جامعه هست، این کاباره ها و این زشتی ها و اینها با یک دستور جمع بشن، و چون این هم شد. بعد از 21 سال پیامبر مکه رو فتح میکنن، با یه اشاره بت‌ها جمع میشن، با یه اشاره اون کاباره‌های زنا و فحشا و بیبندوباری جمع میشن، با یه قانون تمام کسی از مشرکان و اینا حق ندارن که وارد بیت الله بشن، لخت بشن، نمیدونم فلان، از اون رذالت‌های اخلاقی که داشتن. با یه قانون شراب تموم میشه، با یه قانون ربا تموم میشه، احتکار تموم میشه، ظلم و استبداد تموم میشه. چرا؟ چون به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک سلسله مراتبی رو طی کردن که این سلسله مراتب در واقع فهم درست حرکت اسماء الله الحسنا در فضای زندگی است. این زندگی میچرخه با قدرت کی؟ با قدرت الله متعال. الله متعال
حرکت این زندگی رو اسماء الله الحسنا جهت دهی میکنن. یعنی چی؟ یعنی نمیشه شما بگید که ما در این زندگی حرکت میکنیم با رحمت الله متعال. الله رحمان است، الله رحیم است، الله لطیف است، هوای جامعه رو داره، همه چیز به وفق مراد الله پیش میره و همه رو خداوند متعال رحمت الله هست که بر همه چیز شیر هست. بله بله، اما الله رحمان هست، الله جبار هم هست، الله قوی هم هست، الله عزیز هست، الله القهار هم هست. پس قهر الهی، خشم الهی، همه در کنار هم و یک منظومه تکامل اسماء الله الحسنا است که جامعه رو به پیش میاره. وقتی ما درک نمی کنیم، وقتی خشم الهی رو میبینیم و ما تنها با الله رحمان و رحیم آشنا هستیم، سردرگم میشیم. چی شد؟ این با رحمت الله در تضاد هست. بله با رحمت الله در تضاد هست، اما با خشم الله در تضاد نیست. وقتی میبینید که خداوند متعال یک قومی رو ریست و نابود میکنه، اینجا دیگه میفهمی که اینجا خشم الله به حرکت در اومده، نه رحمت الله. وقتی شما میبینید که یک قوم کوچکی از مؤمنان با یک قدرت بزرگ دشمن در میفتند و این مؤمنان پیروز میشن، اینجا میفهمید که مفهوم ان تنصر الله ینصرکم تحقق پیدا کرده. الله ناصر مؤمنان، مؤمنان رو نصرت داده. اون وقت دیگه برای ما هضم اون چیزی که تو افغانستان مثلا اتفاق افتاد، بزرگترین قدرت نظامی تاریخ بشر، صلیبی ها در هیچ وقتی از تاریخشون همچین قدرتی رو نداشتن. آمریکا با تمام قدرت های ویرانگر اشغالگر جهانی، ناتو و تمام نوکرها و کشورهای به اصطلاح استعمار شده این منطقه، همه در افغانستان با گروه اندکی از مؤمنان در ستیزن. این مؤمنان اسباب نصر رو گرفتن، سنت های الهی در رسیدن به پیروزی برای مؤمنان رو استفاده کردن. 20 سال این جنگ طول میکشه، مؤمنان خودشون رو اصلاح میکنن و ادامه میدن و از کوره به در نمیرن. بعد از 20 سال پیروز میشن. اینجا میدونی که اون چیزی که صورت گرفته دیگه این سنت الهی است در ستیز حق و باطل. ستیز و حق و باطل یک مرام نامه داره، یک برنامه داره و این برنامه سنتی است از سنت های الله متعال در گردش جوامع بشری. ما روزی که در کنار پیامبر بودیم وفق همین برنامه پیش می رفتیم. در قرآن کریم چند تصویر رو ما به وضوح داریم که این سنت های الهی رو به شکل واضح به ما نشون میده. حضرت موسی علیه السلام رو داریم که میاد در میدان نبرد با فرعون. حضرت موسی کار میکنه، دعوت میکنه، فعالیت میکنه، بنی اسرائیل رو برمیگردونه به اصل اسلامشون. اما این بنی اسرائیل ملتی هستند که سالیان سال در زیر یوغ استعمار بودن. اینها با بردگی خو گرفتن، همینطور که الان شما خیلی از مسلمون ها رو میبینیم سالیان سال در زیر سلطه اهریمن و اشغالگر بوده، با بردگی خو گرفته. بردگی و غلامی چیزی از شخصیت اون شده. الان شما بخواید اون رو آزادش بکنید، طعم آزادی براش تلخه، نمیتونه تحملش بکنه. این رو در خیلی از جاها میبینید. و چون که با بردگی خو گرفته، تن میده به بردگی. بارها ما پیروزی هایی رو به دست میاریم، خداوند متعال فرصت هایی رو به ما میده،
در تونس، در مصر، در جاهای دنیا، در افغانستان، در مراحل مختلف تاریخ افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، همه این کشورها. خداوند متعال فرصت هایی رو به ما میده. این فرصت ها رو ما از دست میدیم به چه خاطر؟ با همون حس بردگی و خو گرفتن به غلامی که در بسیاری از نخبهان ما کاشته شده. اونجا ما نیاز داریم به یک انقلاب. انقلاب در فکر و اندیشه. انقلاب در بازگشت به سنت های الهی در حرکت جوامع بشری. پیامبر خدا موسی علیه السلام بنی اسرائیل رو میارن و بنی اسرائیل مراحل عجیبی رو از سنت ها از قدرت الهی میبینن. فقط نظارگر بودن قدرت الهی معجزه این هنر نیست، هضم این منظومه هنر. اینو دیدن که دریا براشون شکافته شد و رد شدن و فرعون و فرعونیان غرق شدن. خب یک روشن فکر برده چه خواهد میخواد بکنه اونجا در بین بنی اسرائیل؟ میاد و میگه بله، این اتفاقی که افتاد چنین بود که منظومه مثلا حرکت آب در این برهه از زمان بنا به دلایلی چنین شد و چنان شد. این من فهم مغلطه که آقا این اتفاقی که افتاد این چیزی عادی بود دیگه، ما رد شدیم، خب فرعونیان اومدن، این وقت جزر اومد بالا اومد و اونا غرق شدن. قدرت الله رو لمس نکردن، سنت های الهی رو در تغییر ساختاری فکر انسانی درک نکردن، اینجا قرار بود یک انسان مؤمن ساخته بشه. این معجزات اومد تا توی انسان رو محک بزنه که این دنیا رو الله میچرخونه، پس به طرف الله بیا. وقتی هم که پیامبر ازشون میخواد که بیایید بریم فلسطین رو فتح بکنیم، یعنی اینجا این فیها قوم جباری، اینجا خیلی آدم های قطور و قوی و پهلوانی هستن. ای بنی اسرائیل، آیا اینایی که تو فلسطینند از فرعون و قدرت فرعون هم بالاتر بودن؟ ای بنی اسرائیل، آیا اون اللهی که شما رو از اون فلاکت و بردگی فرعون نجات داد، از دریا نجات داد، شما رو در اینجا یادی نمیده؟ دیگه چی میگن؟ اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون. تو پروردگارت برید بجنگید، ما رو دیگه اذیت نکنید، ما اینجا نشستیم. در اون برهه از زمان چه اتفاقی افتاد؟ اینها چون که خلاف سنت های الله در حرکت کون و مکان و خلاف سنت های الله در ساختار جامعه بشری حرکت کردن، ذلت و خاری دنبالشون بود. 40 سال آزگار دور خودشون میگشتن، راه رو از شاه نمیتونستن تشخیص بدن. اما همین یهود که به همین حالت های جهالت و ستیز با واقعیت ها و عدم درک سنت های کونی و فقه اکبر بودن، همین ها در برهه از زمان اومدن و برگشتن به خودشون، در حالی که قدرت بسیار ناچیز و تعداد بسیار ناچیزی داشتن. اومدن و سنت های کونی موجود در طبیعت رو ازش استفاده کردن، برای خودشون دولت تشکیل دادن در حالی که هیچی نداشتن، پیامبر هم در کنارشون نبود. زبان خودشون رو زنده کردن، زبان مرده عبری رو زنده کردن، هویت ذوب شده یهودیت رو از سر نو ساختن. در مقابلش ما امت اسلام رو داریم، امتی که اصلا ساختار دینش دین تکامل یافته است، یعنی همه ابعاد زندگی رو در بر داره و این امت باید و تمام به اصطلاح اون ابزارهای قدرت رو در اختیار داره. قرآن رو داره، سیرت پیامبران رو داره، سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو داره، این همه تجارب
ساختار جامعه بشری و مدیریتی رو داره. وقتی اومد این راهکارها و سنت‌های کونی رو و سنت‌های الهی رو در ساختار جامعه کنار گذاشت، الان شما ببینید مسلمان‌ها با کجا هستن. این مسلمان‌ها کی هستن؟ اینها فرزندان همون افرادی هستند که به پیامبر میگفتند کیا رسول الله، ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که واقع شناس نباشیم، ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که سنت های تغییری رو درک نکنیم. اونها به پیامبرشون گفتن با تو خدات بجنگید، ما رو بذارید اینجا نشستیم. ما اینو نمیگیم، ما میگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا معکما مقاتلون. ما میگیم که شما و خدا مدیریت ما رو به دست بگیرید، ما رو به دست بگیرید، ما در کنار شما می جنگیم و این پیروزی رو به ثمر می رسونیم. این امت، امت سازنده، امت اصلاحگرا به چه مرحله رسیده الان؟ شما الان می بینید که نه، ما در یک سردرگمی گرفتار اومدیم. یادتون شاید باشه یک فیلم کارتونی بود توی برنامه های کودک که یه آقایی بود به نام ملوان زبل. این ملوان زبل هیچ قدرت خاصی نداشت، هر که میزد توس میتونست شکستش بده. این یک قدرت خارق العاده واسه خودش داشت، یک اسلام مقداری به سبانق یا همون اسفناج در اختیار داشت و هر وقت یک بطری اسفناج رو بالا میکشید، این دیگه میشد یک قدرت خارق العاده، میزد همه چیز رو از بین میبرد. الان تصور بکنید که همین ملوان زبلی که این همه قدرت داره و قدرتش رو از اسفناج میگیره، یه وقت بیاد که اسفناج تو بازار نباشه. حالا از هیچ قوطی اسفناج تموم شده و آقا اسفناج نداره، چه اتفاقی میفته؟ این میشه چی؟ چون این همیشه منتظر این است که پیروزی رو از اسفناج بگیره. بعد از اون میشه یک برده ذلیلی که همه اشرار و همه افراد بتونن اون رو بزننش، از بینش ببرن، بکشنش. ما در جهان خودمون همچنین حالتی رو دچار شدیم، دنبال یک قدرت خارق العاده میگردیم که اون قدرت بیاد کار ما رو به راه بندازه. ما خودمون رو نمیبینیم، توانمندی هایی که خداوند متعال به ما داده رو نمیبینیم، منتظریم که یک قدرت خارق العاده بیاد و همه چیز رو حلش بکنه. ما یک به اصطلاح مثلث شومی داریم که بهش باور داریم. یکی انتظار یک قدرت خارق العاده کسی، شخص دیگه ای که بیاد ما رو از این بلا نجات بده. انتظار مهدی داشتن، انتظار حضرت خضر بودن، انتظار نمیدونم اویس قرنی بودن، انتظار عبدالقادر جیلانی بودن، انتظار یک کسی دیگه. مرده رفته، اون بیاد ما رو نجات بده. بله شما میخندید که کسی بگه که خضر بیاد ما رو نجات بده، مهدی بیار ما رو نجات بده. این در فکر رو به اصطلاح فکر نکنید که فقط چهار نفر به اصطلاح متصوفه منفیگرایی که در خانقاه خودشون رو زندانی کردن، اینها دنبال یک نیروی خارق العاده هستند که خضر هستند که بیاد جامعه رو عوض بکنه، یا چهار تا شیعه‌ای که از دین و از قرآن و سنت بریدن به صورت به طرف قبر پرستی و به صورت بدعت ها و خرافات و شرکیات رفتن، اونها دنبال مهدی هستند که بیاد اونها رو نجات بده. نه، حتی اون افرادی که این حس بردگی، خو گرفتن با حس بردگی است. الان مگر نه اونایی که به اصطلاح روشن فکرند و دانای این جامعه هستند، اونا دنبال سازمان ملل هستند، دنبال نمیدونم قدرت های کشورهای دیگر هستند که آقا بیایید همونطوری که خودتون نمیدونم دموکراسی دارید، دموکراسیتون رو بیارید به ما بدید، ای آقا این بیایید به داد ما برسید. می‌بینید دیگه، یعنی ملت‌های برده که می‌خوان از زیر ظلم یک
طاغوت و یک ستمگر خلاص بشن، برن دنبال یک دنبال یک سید و آقای دیگه هستن. که ای آقای بزرگ، ای آمریکا، ای فرانسه، ای نمیدونم انگلیس، ای فلان، ای الان، این آقایی که ما داریم به ما خیلی ظلم میکنه، شنیدیم شما کمتر ظلم میکنید، بیایید ما رو از این آقای خلاص بکنید، بیایید اینو بزنیدش، بکشیدش تا ما برده شما بشیم. این انسانهای برده، این غلامان. دیروز غلام روس بودیم، میخواییم غلام آمریکا باشیم، گفتند که آمریکا کمتر ظلم میکنه. این رو ما میبینیم. یعنی اون افرادی که اتحاد جماهیر شوروی رو شکست دادن و از افغانستان راندن بیرون، چون که هنوز یه طیف بزرگی از اونها حس بردگی داشتن، اینها خودشون با دست خودشون آمریکا رو گفتن که ای آمریکا تو حالا تشریف بیار، ما برده ایم، ما غلامیم. اون ظلم میکرد زیاد، ما زدیم بیرونش، اومدیم که دیگه حالا واجب بردگی رو در مقابل تو ادا بکنیم. این طیف، اینایی که ولی اینا مسلمونن، این همه سمان بنی اسرائیل، این بنی اسرائیلی که به پیامبر میگفتن برو تو خدات بجنگ، اینا هجرت کردن با پیامبر، اینا از همه چیزشون راه کردن، از پیش فرعون اومدن بیرون، اینا همه این معجزات رو با چشای سر خودشون دیدن، مسلمون بودن. مشکلشون کجا بود؟ یعنی اینها در عبادت ها مشکل نداشتن، در فقه فردی مشکل نداشتن، در فقه اجتماعی مشکل داشتن، در فقه اداره جامعه و سنت های الله متعال مشکل داشتن. اینا اون افرادی هستند که منتظر یک نیروی یک شخص خارق العاده هستند که بیاد از غیب و اونها رو در حتی در ادبیات میبینید کجایی ای صلاح الدین که بیایی ما رو نجات بدی. شاعر ظریف عراقی هست، خیلی جالب میگه، میگه آقا چیکتونه قم یا صلاح الدین قم، هی میگید ای صلاح الدین از قبرت بیا اسد و اقصا رو از دست یهودیان نجات بده. صلاح الدین مرد، رفت، خاک شد، تموم شد. شما هستید، شما صلاح الدین کاری از دستش در نمیاد. میگه اینقدر هی صلاح الدین صلاح الدین میگن که قبرش به تنگ اومد و گفت آقا چه مرگتونه شما، هر سال میایید از خواب بیدارش میکنید، نمیذارید راحت باشه و هر سال میایید روی دیوار بزدلی خودتون سوارش میکنید. ایطلب الاحیاء من امواتهم عونا، عقلتون کجاست؟ شما زنده اید، اون مرده. آیا شما زندگان میایید از یک مرده کمک میطلبید؟ صلاح الدین رو تو خاک خودش بذارید، احترام به سر راحتیش رو داشته باشید، احترام مرگش رو دارید. و قسم به خدا اگر صلاح الدین بیاد بیرون شما خودتون میکشیدش. این چرا؟ چون اون حس بردگی، حس عدم فهم قوانین الله در ساختار جوامع و حرکت و تأخیر آفرینی. شما ما این آیه، این تصویر رو در بنی اسرائیل بار دیگه داریم. در سوره بقره خداوند متعال ما خبر میده علم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. همشون جمع شدن، یک تظاهرات بزرگ که بریم پیش پیامبر. چی میخواهید؟ هی پیامبر دیگه ما به تنگ اومدیم، این ظالمان بچهای ما رو میکشن، ما رو ثروت ما رو بردن، برای ما نه ناموسی گذاشتن نه چی، مرگ برای ما بهتره، ما اومدیم تا شما یک کسی رو برای ما انتخاب بکنین که اون پادشاه ما باشه، ما پشت سر اون حرکت بکنیم و به سر رو بزنیم، این طاغوتیان رو از بین ببریم. این افرادی که این قدرت توانمندی خودشون رو ندارند، نمیبینند. اون خطیبی که سر منبره 2000 نفر زیر به سر نشستن و خطبش رو گوش میکنه، همه این 2000 نفر رو نمیبینه، اینو رو انسان حساب نمیکنه، بعد میگه او صلاح الدین، ای صلاح الدین کجایی؟ این قبر پرست صلاح الدین رو میخواد از قبرش بیاد بره بیرون تا جامعه رو عوض بکنه. این همه افراد رو نمیبینه. اون کسی که یک ملت بزرگی در اختیار داره باز میگه یا مهدی ادرکنی. این قبر پرست، این وهم پرست،
80 میلیون انسان رو نمیبینه و اونا رو اصلا پشیزی براشون قائل نیست، یک وهم و خیالی رو میبینه که اون بیاد منو نجات بده. ببین به کجا رسیدن این. اینجا وقتی که اینا اومدن پیامبر بهشون گفت که نکنه که من کسی رو انتخاب کنم بعد شما زیر قولتون بزنید و جهاد نکنید. مولانا را نقاتل فی سبیل وقد اخرجنا من اموالنا و دیارنا وقد اخرجنا من دیارنا و ابنا اینا، چطور میشه ما جنگ نکنیم؟ چطور نمیشه که ما نصرت ابن پدرمون رو داره آوردن، بچه‌مون رو کشتن، مال و ثروتمون رو تاراج بردن، به ناموسمون تعرض کردن، همه این بلاها، اون وقت ما جنگ نمی‌کنیم؟ چرا پیامبر همچین چیزی میگه؟ چون که شما این همه قدرت دارید، ملعی هستید، چرا خودتون کسی رو انتخاب نکردید و منتظرید که من براتون انتخاب بکنم؟ اینه که میاد او من چیکار بکنم؟ خودتون بشناس، ببین که چه قدرت داری، در همون فضا حرکت کن. و پیامبر برایشون تالوت رو به عنوان ملک انتخاب میکنه. داد و فریادشون برون میاد، تو تالوت این که نه مالی داره نه ثروتی داره نه هیچی. آقا جان مال و ثروت رو میخواد چیکار؟ این پادشاه شماست، مدیری از سردرشکر شماست، خداوند متعال بساطن فلال موجس بهش داده، علم داده، قدرت و دوانمندی داره. مدیات شما چشم دوختید؟ اینجا مرد میدون میخوای ما؟ به هر حال باش حرکت میکنن، میگن 80,000 نیرو با ایشون حرکت کردن. اما این 80,000 نیرو کی هن؟ بیشترین اینا همونایی هستن که با بردگی خو گرفتن. اینا وقتی که چک شمشیران رو بشنورن، وقتی که در معرکه قرار بگیرن، خب فرار خواهند کرد. تالوت این رو درک میکنه، آدم زیرک و فهمیده ای هست، میاد امتحانشون میکنه. یعنی میتونن اینا خودشون کنترل بکنن، در حالی که اینا در مسیر هستن و تشنه شدن به رودخونه میرسن. اوندا اجازه میده که آقا شما حق ندارید از آب این رودخونه بخورید، یک کم میگیری فقط دهنت خیس میکنه و بس. هر کسی آب از این رودخونه نوشید دیگه من به خودم نمیبرمش. فشریبوا منه، همشون آب خوردن الا مگر تعداد فشری بومین هو الا قلیل منه، تعداد بسیار اندکی است. با همین تعداد بسیار اندک، این تعدادی هستند که اسباب و سنت های الهی در پیروزی رو بهشون چنگ زدن. اینها توکلشون بر الله هست، اینها ایمانشون بر الله هست، اینها مرد مردونه در میدان خواهند بود. همین تعداد اندک کافی است و تالوت با همین تعداد اندک تونست لشکر جالوت رو از بین ببره و پیروز بشه. این قانون الله متعال هست که خداوند متعال این قوانین رو به ما گذاشته. فهزموهم بإذن الله، با قدرت الله اونا رو شکست دادن. و قتل داوود و جالوت، و داوود جالوت رو کشت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء. اینجا خداوند متعال که از سنت‌هاش رو به ما تذکر میده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. خداوند بر عالمیان و جهانیان فضل و منت داره، واسه همین خداوند متعال در کون سنتی رو گذاشته، سنت تدافع. در این سنت تدافع هست که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، که خداوند متعال ملت ها رو امت ها رو به جون هم میندازه تا زمین فاسد نشه، تا جامعه ویران نشه. این الله متعال از وقتی که انسان رو خلق کرد روی زمین و شیطان به نبرد با اون افتاد، قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو، برید روی زمین شما با هم دشمنی، ان شیطان لكم عدو فاتخذوه عدو، شیطان دشمن شماست، دشمن رو مثل دشمن باش به سلام برخورد کنید. یعنی در فضای زندگی خداوند متعال حق و باطل قرار داده، یعنی ستیز حق و باطل ازلی است. این دوتا نیروی ضد هم وجود دارن تا یک توازنی در به سلام زندگی به وجود داشته باشه. همیشه این توازن برقراری، این توازن ما این ستیز رو داریم.
ستیز بین حق و باطل. ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. اگر این ستیز حق و باطل نمی بود جهان فاسد می شد، دیگه مسجدی نمی موند، دیگه ارزشی نمی موند، دیگه هیچ چیزی در جامعه، همه ارزش های اجتماعی، همه جامعه، همه مساجد، همه مراکز عبادی از بین می رفت. یعنی جامعه به سوی وحشیگری پیش می رفت، یعنی انسان می شد گرگ درنده. بله، گروهی از انسان ها گرگ درنده می شن، در مقابلشون شیرانی قد علم می کنن و ستیز باعث میشه که گرگ برگرده به بیشه خودش و بار دیگر این شیر مردان جامعه رو بسازند. این اتفاق همچنان، این ستیز حق و باطل تا روز قیامت هست. کمونیست های شوروی وارد کشورهای اسلامی میشن، ترکستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، چچن و همه این مناطق، تاجیکستان، همه این مناطق اسلامی رو میگیرن. اگر این ستیز حق و باطل نمی بود باید دیگه در اینجا همه این اثری از مسلمون نمی موند. اما مسلمون ها با شیوه های مختلف هویت خودشون رو حفظ کردن تا یه مرحله ای رسید که همین اتحاد جماهیر شوروی در دهه 90 گذشته تارومار شد. مسلمون ها باز یک نفسی کشیدند، اما این ستیز همچنان پا برجاست تا وقتی که اسلام پیروز میشه. در چین همین ماجراست و گهگداری میشه که مسلمون ها به مرحله از ضعف میرسن که خداوند متعال کافران رو به همدیگه میزنه که مقداری مشغول بشن، که الان شما میبینید روزها اروپایی ها به جون هم افتادن. این ستیز دفع سنت تدافعی که خداوند متعال در طبیعت بشر گذاشته که یک قلدوری نشه که بیاد همه جامعه رو برای همیشه، همه بشر رو. اگر چنین نمی بود یک کسی مثل فرعون که می اومد تمام جهان رو می گرفت و تا ابد الدهر این جهان سلطه فرعون و بچه های فرعون می شد و همه بشر می شدن برده اونها. این ادعای خدایی می کرد و خدا می شد فرعون و بقیه بچه هاش و بقیه خلقت الله می شدن بردگان اون. اما خداوند چنین نمیخواد و چنین اجازه نمیده. واسه همینه که شما میبینید سنت های الله متعال همیشه در حرکته. اما این نه که ما بیاییم این سنت ها رو نبینیم. قدرت الله متعال، یعنی خداوند متعال، وقتی ما رو امت خاتم قرار داده، بعد از ما پیامبری نخواهد اومد، امت خاتم ما هستیم، در نتیجه تمام توانمندی های حفظ رو در ما گذاشته که ما حفظ هویت خودمون بکنیم و با ظالم و ستمگری که میخواد ما رو مسخ بکنه، هویت ما رو از ما بچاپه، با اون در بیفتیم. این قدرتی که الله متعال در من و توی انسان گذاشته. اما نه، میبینیم که برخی از مسلمان ها این قدرت رو نمیبینن، دنبال همون مخلصن، یا میخوان مهدی بیاد یا میخوان کراماتی صورت بگیره، یک کراماتی بی صورت بگیره، یک حل استثنایی از جانب الله متعال بیاد. خب این حل استثنایی، خب تو کار بکار اسلام نداشته باش، تو کار بکار مسلمان نداشته باش. این للبیت ربنی حمی، این للبیت ربنی حمی، این دستور نمی پیامبره؟ نه، عبدالمطلب این حرف رو زد، یعنی یک انسانی که در مقابل ابرهه به تنگ اومده، هیچ چیزی از دستش نمیاد، میگه من چیکار کنم، من کاری که نیستم، این خانه خداست، خدا خانه خودش رو خودش حمایت میکنه. عبدالمطلب برای من و تو برنامه نمیذاره، برای مشرکای زمان خودش برنامه میذاره. شما مشرکان لیاقت این رو ندارید، توانش رو ندارید، برید بیرون دیگه، خدا بدونه خونش. اما ابابیل تغییر آفرین امروز من و تو هستیم. اون معجزه ای که در اون روز صورت می گرفت، در روزی که نه پیامبری بود، نه دعوت نبوت و نه
دین خاتم، اون معجزه رو من و تو باید بسازیم. چرا که امروز من و تو در مقابل بیت و خانه خدا مسئولیم. ابراهیم چی میخواست؟ ابراهیم نیومده بود خانه خدا رو ویران کنه و بره و دیگه تموم، کسی دیگه بیاد باز دوباره درستش کنه. ابراهیم اومده بود که دین رو عوض کنه. دین ابراهیمی یا بقایای دین ابراهیمی که مونده بود که نمادش کعبه بود، این رو از بین ببره، مسیحیت رو بر جامعه تحمیل بکنه. این وقتی که مرحله به اینجا میرسه که ریشه‌کن کردن دین، اینجاست که خداوند متعال اجازه نمیده. در غیر این نه، امور همه چیز باید به دست توی مسلمون حل میشه. مگر در تاریخ اسلام بارها بر سر جنگ و نمیدارم آتش سوزی و فلان خانه خدا ویران نشد؟ چی شد؟ یه گروه از مسلمون ها با گروه دیگه از مسلمون ها جنگ میشن، میان خانه خدا رو ویران میکنن، اون گروه ویران کرده اون دیگه درستش میکن. این برای الله مهم نیست. یک امتحانی هست، یک ستیزی هست بینه. این چی میخواد؟ این میگه آقا من لایق اینم که مدیریت جامعه اسلامی رو به دست بگیرم، چرا که من این توانمندی ها رو دارم. این میگه نه آقا، من اولاتر هستم. هر دوتاشون یه دین هست، کسی نیومده که دین رو برچینه. هوا هوس، قدرت طلبی، نمیدونم بیماری های دیگر، اما دین و هویت ثابته. اینجا مهم نیست خانه خودش هست، عبارت از سنگ‌هایی که روی هم گذاشته شده، یه خونه‌ای برپا شده. این سنگ‌ها رو برمی‌داریم، سنگ‌های دیگه می‌ذاریم. این داره خراب میشه، بهترش می‌کنیم. قوی‌ترش می‌کنیم. چیز طبیعی هست، یه خونه هست. سنت الله متعال همونطوری که بر ساختمان‌های دیگه کنه میشه، نه هم کنه میشه. اون سنگ‌ها هم این سنگ‌هاست. اینجاست که اما نه، اگر وقتی که اومد، الان مثلا شما ببینید که برخی بخوان خانه خدا رو، دین اسلام رو از اینجا بردارن، در مقابلش دین چی بذارن؟ یه دین دیگه درست بکنن، دین اکبری، دین الهی، دین ابراهیمی، هر چی میخوان اسمشو بذارن، یا بیان دموکراسی رو دین انسان بکنن، دین مسلمان ها، اسلام رو بردارن به جاش یه دینی به نام دین دموکراسی بذارن، یا به جاش یه چیز دیگه بذارن. اینجاست که دیگه خداوند متعال از خانش دفاع خواهد کرد. اینجا دیگه چرا؟ چون که این دین، صاحبان این دین باید گواه حقانیت این دین باشن. اینجاست که خداوند متعال کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت رو، این سنت رو به اجرا در میاره. یک تعداد بسیار اندکی از مسلمان ها ضعیف و ناتوان بر یک قدرت بزرگ از دشمن فائق میشن و بر اونها پیروز میشن. چیزی که با عقل منطق نمی گنجه. تنها تفسیرش در کجاست؟ در این است که خداوند متعال این دین رو باید بذاره تا شاهد و گواهی باشه بر حقانیت این در بین مسلمان. وقتی ما این سنت های الهی رو خوب درک بکنیم، اون وقت حرکت درست خودمون برای تحکیم شرع الله و قانونمندی دین رو درست خواهیم رفت. اون وقته که میدونیم چطور حرکت بکنیم و نتیجه هم خواهیم گرفت. اما چون که این سنت ها رو ما درک نمی کنیم، همیشه دنبالش هستیم، دنبال یک خارق العاده، یک کرامت. وقتی هم بگیم که آقا بیایید جامعه رو عوض کنیم، میگه نه نه، فتنه است ها، از اینی که هستیم بدتر خواهیم شد. از این من، تو در ذلت، در خاری، در بدبختی، در ویرانی هستی. همه علما، اندیشمندان و عاقلانی که میخوان در زندان ها هستند یا در هجرت خونه به دوشن. به مال و آب، ناموس و دین تو تعرض شده. فتنه بزرگتر از این میخوای چی بشه؟ چه فتنه بزرگتر از این؟ تو در بدبختی، تو مؤمن در ذلت و خاری هستی، اون کسی که داره جامعه تو رو میچاپه، اون دزدان در آسایش هستن. حداقل بیا کاری بکن همونطور که تو بدبخت و بیچاره کردن، اونها هم آسایش نداشته باشن. این ترس از فتنه یک کابوسی ساختن برای ملت ها به نام فتنه. پس میخوای چی کار کنی؟ از این که تو هستی، اون فتنه ای که مثلا
در تصور تز از این بدتره. این خیلی در این فضا همه برابرن، فرقی بین عالم و جاهل نیست. مهم این است که توی مؤمن کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت هستید که برای بشریت انتخاب شدید. ویژگی شما حرکته، ویژگی شما احساس مسئولیت، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، جامعه رو به سوی معروف و ارزش ها دعوت میکنید، از منکرها و ضد ارزش ها باز میدارید. این طبیعت این دین و این جامعه است. اگر این رو رها کردید چی میشین؟ اگر امر معروف و نهی از منکرتون دروغین بود، در روز قیامت عالمی رو میبینن که رودهاش کنده شده، دور خودش داره میچرخه، مثل الاغی که دور آسیاب میگرده. مؤمنانی که حرف ایشون رو گرفتن و پیروز شدن و جواب گرفتن تو بهشتن، این تو جهنم. اینو میبینن میگن مگه تو اون نبودی؟ میگه بله، من شما رو به معروف و ارزش ها دعوت میکردم، خودم نمیکردم. از منکرات و زشتی ها شما رو بر میداشتم، خودم همون منکرات میکردم. بهتون میگفتم که ظلم پذیر نباشید، خودم نوکر ظالم بودم. بهتون میگفتم شجاع باشید و در مقابل ظالم بیستید، خودم بوق استعمارگر بودم. پس این سنت های الهی است. این سنت ها رو نگو که آقا بله. ببینید برخی از مسلمان ها در غیاب فهم درست سنت های تغییر جامعه، میبینید که برخی از مسلمان ها آرزوها دارن، آقا در سال فلان 2027 چنین و چنان خواهد شد، 2023 چنین و چنان خواهد شد، که این چنین و چنان میکنه دیگه میشه. آقا چطور میشه؟ میگه ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیز تواناست. بله، هیچ وقت دین الله، شرع الله رو با قدر الله به جون هم ننداز. قد تقدیر الله هست، بله خدا بر همه چیز قادر هست، اما خدایی که قادر بر همه چیز هست برای تو یک سنت هایی گذاشته. چطور تو به خودت اجازه میدی درای درمان خودت بری اسباب درمان رو دنبالش باشی، بری پیش پزشک و دارو و فلان و فلان، برای درمان خودت اسباب رو میگیری، برای درمان جامعه و تغییر جامعه اسباب الهی رو رها میکنی؟ این دیگه فقه نشد. برای همونطوری که برای بیماری فردی خودت تلاش میکنی، باید برای علاج درمان بیماری جامعه، همونطوری که در پی این هستی که غده سرطانی رو از جسم خودت بیاری بیرون و میری پیش دکتر و عمل جراحی و فلان و فلان رو تحمل میکنی، باید این سرطانی که به جامعه زده، ظلم و ستم و استبداد رو هم اسبابش رو بگیری. اینجا هم باید جراحی بشه، اینجا هم باید شکمی پاره بشه، اینجا هم باید حرکت به سوی سالی شکن کردن اون غده سرطانی از جامعه بشه. و در این سنت های رای اکسان هست برای کافر و مؤمن. هر کسی که میکاره درو میکنه. دو تا یک کافر و یک مؤمن وقتی که توی آب میفتن، تنها اونی که شنا بلده نجات پیدا میکنه، اون دیگه غرق میشه. حالا اینی که شنا بلده ربطی نداره که مؤمن هست یا کافر هست. این سنت های الهی است که خداوند متعال در اینی که ما باید خودمون رو وارسی بکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما میگه الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها و تمنى علی الله الامانی. انسان دانا و عاقل اون کسی که همیشه خودش رو وارسی میکنه، این راهی که من میرم نتیجهش کجاست، نقطه ضعفای من چیه، چطور خودم رو آماده بکنم، چرا که من بعد از مرگ پیش خدا جوابگو هستم، جوابگو هستم بر این توانمندی هایی که داده به من، جوابگو هستم بر این مال و ثروتی که داده به من، جوابگو هستم بر این قدرت و توانی که به من داده. و عاجز و ناتوان اون کسیه که دنبال هوا و هوس خودش میگرده و فقط آرزو میکنه که ای کاش چنین بشه، ای کاش چنان باشه، با آرزوها زندگی میکنه.
خداوند متعال میفرماید و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله. و من اضل، گمراه تر کیه؟ ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، کسی که هوا و هوس‌هاش، آرزوهاش، برنامه‌هاش در غیر هدایت الهی است، یعنی برای برنامه ریزیش از قدرت‌هایی که الله متعال در انسان گذاشته از اون استفاده نمی‌کنه. پیامبر که پیامبر است، پیامبری که خداوند متعال برای سفر معراجش براش جبریل و براق رو می‌فرسته، همین پیامبر وقتی هجرت میکنه باید مثل من و تو یه انسان هجرت بکنه. در تمام سفر هجرت پیامبر یک انسانی است، نه جبریل به دادش میرسه نه براق به دادش میرسه. خستگی های یک انسان، خطرهایی که یک انسان، همه یک انسان کاملا. چرا؟ چون که من و تو فردا که هجرت میکنیم باید بدونیم که پیامبر چنین سختی هایی رو کشیده، من و تو هم در این مسیر همچنین سختی هایی رو داریم. در تمام جنگ هایی که پیامبر بر ضد ظالم و مستبدان دارند، پیامبر انسان هست در حال حرکت. چرا؟ چون که برای من و تو باید الگو باشه، من و تو باید بدونیم که در جنگ حلوا تقسیم نمی کنند. به پیامبر شمشیر خورد، به من و تو هم می خوره. بهترین عزیزان پیامبر شهید شدن، مال من و تو هم شهید می شن. در جنگ خون هست و شهادت، من و تو هم همین مسیر رو طی خواهیم کرد. پس اینها سنت های الله متعال هست که ما باید اون رو به اصطلاح درک بکنیم. اگر این قضیه رو درک کردیم، وقت فهم درست علم و دانش دین برای ما مهیاست. علم چه هست؟ علم در واقع اون حرکت طبیعی هست که رابطه بین چیزایی که در طبیعت هست، رابطه ها رو کشف میکنه. علم دین چه است؟ علم دین این است که به من و تو نشون میده رابطه ای که چطور من رابطه‌ام رو با الله قوی بکنم و چطور من میخوام که دین الله رو بر جهان حاکم کنم، رابطه این با سنت های الهی چطور گره خورده. برای رسیدن به این اهداف من چیکار باید بکنم؟ باید اون رابطه رو کشف کنم. یعنی من میخوام نماز بخونم، برای نماز رابطه من با نماز رو وضو برقرار میکنه. من میخوام حکم الله رو بر جامعه به جامعه هدیه بدم، جامعه به سوی احکام الله سوق پیدا بکنه، باید این رابطه رو کشف بکنم. یعنی سنت های نصرت الهی که خداوند متعال چطور این دینش رو نصرت میده و من انسان رو نصرت میده تا بیام و این قانون الله متعال رو به کشفش بکنه. ابن مسعود یه جمله زیبایی داره، یعنی خداوند متعال وقتی که این دین رو دین خاتم قرار داد، از عدل و رحمت و حکمت الله متعال بود که به ما یاد داد چگونه با زندگی تعامل داشته باشیم، با سنت ها و حرکت دین زندگی چطور با زندگی و با قوانینی که در زندگی و در جامعه هست، با ستمگران، با ظالمان، با موقعیت جغرافی اونها، موقعیت سیاسی اونها، موقعیت نظامی و اقتصادی اونها چطور گلاویز بشیم تا بتونیم پیروزی رو کسب کنیم. این چیزهایی که برخی از افراد از صحابه در اون مهارت داشتن. یعنی وقتی که حضرت عمر وفات کرد، ابن مسعود میگفت 9 دهم علم وفات کرد. 9 دهم علم تفسیر و علم قرآن و علم حدیث و علم فقه و علم صرف و نحو و بلاغت و اینا نبود عمر. حضرت عمر علم چی؟ علم آینده نگری، برنامه ریزی، به اصطلاح علم قوانین استراتژی و برنامه استراتژی داشتن برای تغییر آفرینی در جامعه و فتح سرزمین ها و بشرها به سوی اسلام. و دیدیم که فتوحات عمری چه ویژگی ها و چه مکانت هایی داره و بعد از عمر فتوحات اسلامی همچنان ادامه داشت، اما طعم فتوحات عمری غیر از فتوحات دیگر هست. ما میبینیم اون ملت هایی که در زمان عمر ایمان آوردن، ایمان در اونها تا به امروز ثابت و مستحکم هست. پس این شیوه برنامه اجرایی و مثلا حرکت سنت های الهی در کن
این چیزی بود که عمر درش مهارت ویژه داشت. پس عزیزان برمیگردیم به اصل موضوعمون که ما برای فهم دین نیاز به فقه اکبر داریم، از فقه فردی فراتر، فقه ساختار جامعه، فقه برپایی تمدن اسلامی و دولت اسلام در جوامع بشری و در تمام جهان. تا دیداری دیگر همه شما عزیزان را به الله می سپارم. الله شما را یار باد و یاور.